بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروزی ما بالای برنامه پاورپوینت می باشم. در قدم اول باید پاورپوینت را بشناسیم. میگیم که پاورپوینت یکی از برنامه های مایکروسافت آفیس می باشم که برای ایجاد کردن یا تشکیل دادن پرزنتیشن ها به کار میرم. یعنی میتونیم که شما پرزنتیشن ها یا پیشکش های مختلف در برنامه پاورپوینت تشکیل بدیم با انیمیشن ها، ترانزیشن های مختلف. خب در قدم اول طریق باز کردن برنامه، اگر در ویندوز 8 می باشین بالای استارت بتن کلیک کرده و در قسمت اپلیکیشن درج میکنین پاورپوینت، مکمل شد درج کنین. چی اگر یک اندازه هم درج میکنین لیست قامت پاورپوینت ظاهر میشه، یک بار کلیک کرده برنامه ما باز میشه. یا به این طریق رن درج کنیم پاورپوینت، پاور پی ان تی، نه که مکمل پوینت درج کنیم، پاور پی ان تی درج میکنیم، بعدا انتر کردن برنامه پاورپوینت بر ما پاس میشه. خب در قدم اول باید انترفیس برنامه را بشناسیم. ما شما در این دیجا تایتل بار که در قسمت تایتل بار میبینیم تایتل یا عنوان صفحه ما شماست پرزنتیشن 1 مایکروسافت پاورپوینت. خب پرزنتیشن 1 بای دیفولت تشکیل میشه تا زمانی که ما شما صفحه خود سیو نکنیم و هر برنامه با می اساس از خود اکستنشن های مختلف می داشته باشه. اگر ما در برنامه ورد می باشیم باشین وقت تا زمان که سیو نمی کنیم به شکل داکومنت میه، اگر در صفحه اکسل می باشیم به شکل بوک میه، و اگر در صفحه اکسس می باشیم به شکل دیتابیس. به می اساس هر برنامه از خود می داشته باشن نامای دیفولت پیش از اینکه ما برنامه را سیو کنیم. وقت زمانی که صفحه را سیو می کنیم باز با مون نام مشخص شده ترتیب میشه. خب بعدا بخش بعدی جای استقامت کویک اکسس تول بار است که میتونیم شما آپشن ها را به سهولت این درج کنیم، اد و رموف کنیم که انشاءالله باز بعدا خواهد خواندیم. مثل فرحال سیو و اندو و ردو، چون ما کارهای ما بالای بیشتر سیو و اندو و ردو می باشد بای دیفولت استقامت درج است، و اگر بیشتر کارهایتان بالای بعض موضوعات آپشن های دیگه می باشد مثل ایمیل و نیویا، باز میتونید که بار شما هم در استقامت قرار بدیم. بعدا در استقامت داریم فایل، منوی فایل که در هر برنامه شامل می باشد که دارای آپشن ها یا کامند ها می باشه که انشاءالله ما شما بعدا خواهد خواندیم، که همیش در منوی فایل اگر دقیق باشه ما شما همین کامند های سیو، سیو از اوپن یا شامل می باشه مثل پرینت یا، که در هر برنامه شامل است. و بعدا بخش بعدیش در برنامه 2010 همین برنامه های آفیس ما شکل ریبن قرار گرفتم که می بینیم ریبن های مختلف است نظر به آپشن های مختلف، که در هر ریبن گروپ های مختلف است، که در هر گروپ نظر به آپشن ها گروپ ها تشکیل شده، مثل فاند که تمام آپشن های فاند بحثش بالای خط هاست از نگاه رنگ و سایز و دیزاین، همه موضوعات بالای فاند گروپ فاند قرار داره. با مؤسس پاراگراف که شام آپشن هایی که شامل پاراگراف میشه در قسمت گروپ پاراگراف قرار داره، به میاسال دراوینگ و این موضوعات که سهولت بسیار زیاد بر ما شما ایجاد میکنن. و بعدا در این استقامت داریم ما شما سلایدز که در صورت چندین سلاید می داشته باشیم، میتونیم که سلاید های خود را ببینیم در این استقامت، و اوتلاین که به شکل اوتلاین بر ما شما ظاهر شوه. یعنی که اگر من فرض کنید سلاید اول ما می باشم مشال، و همچنان در این قسمت اگر ما شما درش میکنیم راجع به بی بی این معلومات هم، و همچنان راجع به بی سی اس تمام معلومات، و یکی اگر چارت کنیم خوب تره. پس کنیم یه درش و فعلا حالا اگر در اوتلاین میبینیم تمام موضوعات خود میبینیم از نگاه گرافیک، از نگاه همه موضوعاتش، و اگر خواسته باشیم گوگل نی با شکل اوتلاین بر موضوعی شد مجرد که اوتلاین کلیک میکنیم تنها در استقامت تکست هم شما دیده میتونیم، البته از نگاه موضوعات گرافیکی در قسمت بخش اوتلاین دیده نمیتونیم، که انشاءالله بیشتر باز شما در بخش ویو بالای این موضوعات بس خواهد کردیم. میم دوباره در قسمت میگیم فلحال اوتلاین باشه. بخش بعدیش که استاتس بر است راجع به صفحه ما معلومات میده که زبان و نمبر صفحه و موضوعاتش. و بعد اند استقامه داریم نوتز، در قسمت نوتز ما شما میدانیم که راجع به سلاید خود معلومات بدیم، مثلا فلحال سلاید ما بی بی اس، اگر خواسته باشیم که عمومی راجع به سلاید خود معلومات بدیم باز میتونیم که از خود نوتز کار بگیریم.
که انشاءالله باز هم باز در ریبن ویو بالای از این موضوعات بس بیشتر خواهد کردیم و همچنان در مینوی فایل در وقت برایم. و بعدا بخش بعدیش در استقامه داریم ویو بتنز که صفحه ما شما را اسلاید ما را به شکل گوناگون شکل های مختلف ویو میشه در صفحه که انشاءالله باز هم در ریبن ویو چون تمام موضوعات مربوط به ویو میشه باز انشاءالله کار خواهد کردیم. و بعد هم در استقامت سکرول بر است که شما بیشتر آشنایی با این موضوع داریم ورتیکال و همچنان در صورت سفر زوم کنیم هاریزونتال سکرول بر است و بخش بعدیش در استقامت داریم هلپ بتن که به شما دسترسی کامل دارین. و بعدا برنامه پاورپوینت که فلحال ما شما کار میکنیم کدام موضوعات که در این برنامه کار میکنیم البته موضوعات جدیده که شامل خود همی پاورپوینت میشه، یعنی موضوعات را که ما شما کار کردیم در برنامه قبلی مثل وورد، اکسل، این موضوعات مثل موضوعات بخش کلیپ‌بورد که در مجموع البته آشنایی بیشتر داریم، بخش فان، پاراگراف، این موضوعات وقت خود دوباره زایی نمی کنیم در استقامت. کدام موضوعاتی که جدید است؟ مثلا در ریبن هم ما شما بخش سلاید جدید داریم، در قسمت فایل بخش پرینت جدید داریم که انشاءالله موضوعات کار خواهد کردیم. در قسمت برنامه پاورپوینت موضوعات بسیار زیادی که است از قسمت ترانزیشن و انیمیشن و همچنان بخش سلاید شو بیشتر فوکس ما بالای این موضوعات خواهد بود چون ما دسترسی کامل از برنامه قبل داریم در بخش پاراگراف دراوینگ این موضوعات. باز دوباره وقت خدا بالای این موضوعات ضایع نمی کنیم، یعنی برنامه پاورپوینت رو بخیر با جزئیات جدیدش می خوانیم، نه اینکه جزئیات رو که مشابه برنامه قبلی کار کردیم. و این بود موضوعات یا انترفیس برنامه پاورپوینت.